کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در 36مین روز از آغاز اعتراضات صنفی خود امروز نیز به خیابان‌های اهواز آمدند و با سر دادن شعارهای خواهان رسیدگی به خواسته‌های صنفی خود شدند. این کارگران از روز چهارشنبه تا امروز به مقامات محلی و کشوری فرصت داده بودند تا مشکلاتشان را از جمله ماه‌ها عدم دریافت دستمزد و نیز مشکلات مدیریتی را حل کنند. در غیر این صورت اعتراضات خود را به صورت گسترده‌تر ادامه خواهند داد. کریم سیاهی، یکی از نمایندگان کارگران، امروز در جمع همکارانش از اهمیت اتحاد آنان برای تحقق خواسته هایشان سخن گفت. بیش از یک ماه است که کارگران معترض در خوزستان در دو شرکت نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز در پی خواسته های صنفی خود به خیابان ها آمدند که با برخورد مقامات امنیتی مواجه شدند. همینک علی نجاتی از نمایندگان کارگران پس از بازجویی های سخت به بیمارستان منتقل شده است و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه میگوید علی نجاتی از بیماری های متعددی از جمله بیماری قلبی رنج میبرد و ادامه بازداشتش تهدید جدی برای سلامت و جان اوست. از سرنوشت سپیده قلیان، خبرنگاری که اعتراضات کارگران را پوشش می‌داد، نیز خبر موثقی در دست نیست.